یک آیه قرآن به خدمت شما عرض کردم زحمت شما تمام ده منی قرآن یک آیه شریف است منی سوره نساء اول شما من و عاشروهن بالمعروف درباره خانوادگی زندگی است مگر قد زنهای و قد همسرای او بهترین رفتار را داشته باشین رفتار خود داشته باشین از او بعد باز مگر فا این کرهتموهن شیئا اگر یک چیزی بدی دیدی از همسر خود از شریک هست و اگر یک چیزی بدی دیدی فورا دیگه او را اینه نکو فورا کار را داده طلاق نکشندن متاسفانه امروز در یک مسئله بسیار ریزه کار داده طلاق میشه نمیدونم اینی چون اینی بدی رده ده باز ما این طلاق میدونم یا از این طلاق میگرم یک بنده خدای تلفن داده ما زن خود طلاق میدونم به خاطر چی؟ مگه چون زن از ما بسیار ساده لویه زود باوره ساده یک کلو مگه نمفهمه کجا چیز رو بگی چیز رو بشنوی چی کار کرد مگه بسیار افتو یعنی چی واقعا خیلی ظلمه به خاطر یک ساده لوح بودن و زود باور بودن تو بنده خدا رو میخوای طلاق بدی خیلی دیگه آدم ظالمی هستی واقعا خیلی بی انصاف هستی یا مثلا بعضی ها تامین دارن که گو زن چه گو عیب منش پیدا شده گو بیماری داره بنده خدا رو بلیس فرایله و طلاق میده خب تو رفیق نیمرا هستی تو اصلا منی تو گو رحم و احساس منی تو وجود نداره که در دیم را در و ایله کداری هستی اینی هم نباید در منی یک ریزه خدا اونطور در منی زی آیه مگه اگر یکو بدی یه زودی دی مگه اونمو بدی ایچی بسا خدا اونطور در منی زود بدی خیر از طول قرار داده خدا خیر کثیر در منی زود قرار داده واقعی نمیتره ایچی بسا امو زن را یا امو شوهر را که مادرم اونمو اگر قدم زود بدی ها اگر بدی های زیاده داره امونا باعث شونه که ما تربیت شونه یا اول خوشش کو خود دومر تربیت کن زن تو یا شوهر تو اگر بدی داره خود تو کوشش کو تربیت کشی را یک انسان را اگر تو تربیت کنی و بدی هایش را از منش ختم کنی پیش خدا میدانی چقدر از ارزش داری تو چقدر کاری انبیا را رو انجام داری خیلی پیش خدا اجر و ثواب داری خدا برکت میده زمانی زندگی تو و یا اگر او رو تربیت نترستی خود تربیت مونی قدم زیر ریاضت کشیدن ها اما بدی های امزور تحمل کو بد اخلاقی هایش رو تحمل کو بد زبانی هایش رو تحمل کو خدا تو رو تربیت مونه تو رو بزرگ مونه خدا اون رو تو تو رشد مونی درو واقعا نمیتره سید هاشم حداد از شاگردای بزرگواری آیت الله سید علی قاضی بود خیلی شاگرد از شاگردای بزرگواری آیت الله سید علی قاضی بود آی سید هاشم حداد مگه ما یک خسر مادری داشتم بسیار مر اذیت میکرد هر دفعه که مو رفتم مگه هر چی در دانش میرسید مر مو گفت مگه روزی رفتم خدمت استاد خو گفتم خب در مرحله بعدی ما چی ریاضت های بکشم چی کارهایی باید ما انجام بدم چی کارهایی کنم تا که خلاصه سفری سیر و سلوکی خو اینا را ما ادامه بدم مگه استاد ما مر گفت که اونمو خسر مادر خور برو تحمل کنیم بهترین ریاضت برای تو یعنی بهترین ریاضت برای تو اون مو خسر مادر رو تو چیکار کردی تحمل کردی مگه همسر ما خوب بود زن ما خوب بود اما خسر مادر مو مگه می حرف را استاد مو زد بعد از یک چند هفته مگه رفتم خالی خسر مادر خود دیدم در لب حوض بنده خدا نشسته آماده دیگه من تا قیامت دیگه مو خلاصه توپ را روی طرف از ما کرد دیگه شروع شد خلاصه هر چی که در دانش رسید مگه مرا گفت مگه دا قولی فوشایی که مرا داد یک مرتبه مگه مادر مرا متا فوش داد که خیلی مگه مرا ناراحت کرد خیلی ناراحت کرد اما موقع ما هیچ چی نگفتم در یادی حرفای استاد خوف دادم که استاد ممر گفت که اونمو رو تحمل کو بهترین ریاضت باری موقع سر خورتایشتون موقع در کمال احترام موقع هیچ چی نگفتم اونمزون جو موقع از دانی امزو حوز واپس طرف دروازه بادم که برو برو دیگه هیچ چی نگم شده موقع بی که در اون میخواستم برو باید موقع دیدم که دو دنه شدم یک دنه سید هاشم حداد ظلمانی و تاریک و یک دنه سید هاشم نورانی که در اوی طرف رایی مگه خسر مادر که هر چی بد و بیرا و فوشا میده تامشن در سمت امزو سید هاشم ظلمانی و تاریک در او رایی به سمت من سید هاشم نورانی در اویش نمایه در هیچ حس نمونم مگه وضعیت ایش نمونم تامشن طرف از اون یک مکاشفه شده بود برایش در حالت مکاشفه نشان داد چرا اینمی حالت را که مگه ما دیدم مگه دوباره واپس برگشتم اومد پیش حضور مادر مگه دستایش را گرفتم زیارت کردم گفتم خدا تو خیر بده بگی هر چی که دیگه میدی تو میخوای گفت برو من تو نمیدانی که تو مرا چی دلی تو بایی شده که ما در گجار هستم دوم مگه حضور مادر مگه چی واز رفتم ما این همه این فوش دادم این بنده خدا دارم ما احترام ما مرمونه مگه خدا تو خیر بده مگه چی ما تو چی دادم ما تو فوش دادم چیزی ندادم گفتم مو فوشای تو مرد کجا رسنده تو هیچ خبر نداری ما
مگه اتفاقا نمزو بعد مگه خسرو مادر مگه دزما خیلی خوب شد مگه ما دید مگه چون دید دیگه که بعد از این همه فوشها که ما یاد دادم احترام کرد ما دستای ما زیارت کرد و برای ما دعای خیر درو کرد اتفاقا مگه رابطه ما مزبا چیکار شد خوب شد پس ببینید یک خانواده یک زنی بعض اوقات چی بسا منیشه گو خامیهای باشه خدا متعال خیر است بوده برای امزو قرار داده ممکنه اون زن اگر یک بدی هایی داشته باشه ممکنه خدا متعال از امزو زن دور اولادهای بسیار خوبی تو رو بیده خیلی اولادهای خوبی ممکنه تو رو بیده باعث میشه ممکنه اون زن باعث شونه برای زندگی برکت ها زیاد بایه اما شوهری که بد اخلاقه مو باعث شونه که مثلا فرض کو اولادهای تو دیگه جای برسه ریسک روزی زیاد خدا دستور بده خلاصه انسان خیر خوره نمفهمه و شکایت کنه بعض وقت خدا متعال مغیر نگه نباشین و توکل خو برای خدا کنی و تحمل کنی به مسئله این نی اونم ریاضت ده منی خانه دوستای عزیز عرض کردم اینا فقط برای زن و شوهر نیه جوان ها هم باید این مسئله رعایت کنه خدای نکرده یک وقتی در عزیز دور زمان موشه پدر و مادر بعض وقت با وجود از اینکه در حق هم نیه اما چون حق برای خو قائل موشه بعض وقت بچه خو بسیار بد بد گواه مونگه خلافی میل زنا حرفایی زده موشه که است بعض وقت اما این جسته که او جوان او بچه و اولاد اگر ادب و احترام پدر مادر رعایت کنه حرف بی احترامی نکنه در مقابل از توهین اگر نکنه قربتن الله واقعا برای رضای خدا ببینید خدا متعال بزرگ در کجا میرسنه رشد میدشه خدا میگره دیشه بال مبرشه واقعا اینی منام ریاضت است دنبالی دستورای آنچنانی نگردید دوستای عزیز که کجا بورم چی کار کنم نکنم کسته واقعا بزرگان از مور که پیش مادن همی الفار میزن ما باید این چیزا را از اهل بیت اسمت و طهارت یاد بگیریم عزیزانی گرامی